درود احترام خدمت شما مخاطبین عزیز هزارآباد. در میان اخبار شاد و قهرمانی هایی که در مسابقات جام ملت های آسیا اعلام شده، یک شگفتی بزرگ توجه همه را به خود جلب کرد. تیم فوتسال افغانستان و پیروزی های اخیر که اولین بار در تاریخ خود موفق شده تا کسب مجوز داشته باشد برای حضور در جام جهانی. این دستاورد تاریخی را ابتداعا برای ملت افغانستان تبریک عرض میکنیم و بعد حضور این تیم را به فال نیک میگیریم. ای که تانستن نماینگر اراده و انگیزه قوی مردم افغانستان در بلندای بین المللی باشند. امروز مهمان ویژه و ارجمندی را همراه خود داریم، جناب آقای نصیر صداقت، مدیر و اسپانسر تیم ملی فوتسال. شاید با چهره ایشان در بعضی از مدیا آشنا شده باشین. ما حضور ایشان را خوش آمد میگیم به برنامه خود و از ای که تانستن به اهمیت و توسعه و پشتیبانی از ورزش فوتسال افغانستان گام های بلند را بردارن بسیار خرسند هستیم. خوش آمدین آقای صداقت گرامی و میتونین یک معرفی از خود داشته باشین به عنوان سوال اول برای بینندگان ما، و چی شد که امروز شما به یک فرد بسیار مهم و ویژه در افغانستان تبدیل شدین و تانستن تا اینجا خود برسون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بیننده عزیز شما، چه در داخل و چه در خارج از کشور هستید. بنده خادم جوانای وطن هستم، مدیر تیم ملی که پست را که از فدراسیون تحویل ما کرده و یک گویا خدمتگار این جوانا. انشاءالله خداوند توفیق بده که بیشتر از این در خدمت جوانا باش و انشاءالله در خدمتتان هستم اگر سوال چیزی هست. سلامت باشین. صحبتی که در بین فضای مجازی بین کاربران، مخاطبان و علاقمندان شما میشه ای هسته که بسیار سوالات شخصی برای ما ارسال شده و یکی از سوالات بیشتر در مورد زندگی شخصی شما بوده. چه عواملی باعث شد که شما امروز یک تاجر موفق شوین؟ چون داستانهای متفاوتی از موفقیت‌های شخصی خود شما نقل میشه و دست به دست میشه. خواستم امروز این حقیقت را از خودتان بشنویم که چطور شد به اینجا رسیدیم و امروز یک تاجر ملی موفق هستیم که میتونیم اسپانسری بکنیم. سلامت باشی و لطف عزیزان است، لطف مردم شریف افغانستان است. بس زیادی در این موضوع شد نتانم واضح ساخته، ولی کلی میتونم گفته در سال 2013 ما یک طرح را همراه مربی قبل استاد رزاق مبارک ایجاد کرده بودیم در داخل افغانستان که بیایم به چی شکل به چی گناه بتوانیم که تیم ملی ما در آسیا او شایستگیشان نشان بده و او ویژگیشان در سال 2013 اولین باری که در مرحله مقدماتی در کشور تاجیکستان ما مسابقه مقدماتی جام ملت‌های آسیا را داشتیم. این طرح استدیابی گفتم میتونیم یا طرحی که برای تیم ملی نتیجه بده برای کشور عزیز ما افغانستان، این طرح از او زمان ریخته شده بود و در سالهای متعدد گیر و ناگیر داشت. یعنی یک دوره بودیم باز آمده متاسفانه سود نکردیم، نظر به ای که تیم آماده نبود، دوباره آمدیم باز یک پلانای دیگه درست کردیم تا ای که تجربه زیادی را به دست آوردیم در عرصه فوتسال و نقاط ضعف خود را پیدا کردیم تا ای که شرایطی را ایجاب میکرد که ما باید یک مربی در سطح بالاتر با تمام احترام به تمام مربیان افغانستان و همچنین کسایی که هستن یک برنامه خوبی را بر تیم ملی درست کنیم که حدود 2 سال قبل من خودم شخصا با آقای مرزایی صحبت کردم و اینا را همراه اینا تمام برنامه تیم ملی را بهشان توضیح دادم و خوشبختان آقای مرتضایی هم از مربیایی است که در طول سابقه مربیگریش همیشه در تیمایی که داشتن در سطح لیگ برتر ایران و همچنین لیگ جوانان بازیکنهای افغانی ما را زیر اثرش به حساب استفاده میکردن و در تیمشان بازی میکرد. حتی به شمول بازیکنهایی که فعلا داریم، حتی همین بازیکنها جز از
از شاگردای آقای مرتضایی بود که در داخل کشور ایران در تیمای مختلف در رده جوانان همچنین امیدها و همچنین لیگ برتر بازی میکردم و شناخت خوبی از بازیکنهای ما داشت. تا آمدم امروزی مذاکره کردیم و این برنامه را درست کردیم. ای که متاسفانه مشکلاتی که او زمان وجود داشت و همچنین حال داشت، مشکلات بودجهی فدراسیون و بنام به حد توان خود تانستم اینا را کمک بکنم و این برنامه اینا را ترتیب بسازم که خوشبختانه موفقم بوده و همچنین به تمام کمک و حمایت های فدراسیون، البته که خود فدراسیون فوتبال افغانستان در طول این برنامه خیلی همراه ما کمک کردن و دست ما رو باز گذاشتن که در انتخاب بازیکنان و همچنین مربی صلاحیت های خود را داشت که در استدیابی ما اینا را بتانیم استفاده کنیم. خوشبختانه حدود 2 سال قبل این برنامه شروع شد و به این شکلی که فعلا میبینیم خدا شکر نتیجه داد و باعث افتخار شد. آیا شده تا الان که در مسابقات همیشه دوشادوش دوستان باشین، حضور پیدا بکنین و هر وقتی که پیروزی یا شکستی ره دوستان داشتن، شما هم امو حسی ره که بازیکنان داشته باشن در شما هم منتقل شده باشن؟ چون من خیلی وقتها میبینم کسانی که رابطه نزدیک با بازیکنان دارن، او احساسی ره که در بیرون زمین تجربه میکنن بسیار سخته و استرس ها و فشارهای بسیار زیادی ره. شما چطور بودن احساس شاید داشتید؟ شاید به بازیکنان گفته باشم که اگر من 10 برابر شما استرس نکشم کمتر نخواهد بود. یا خاطره برتون بگویم، ما در سال 2017 در المپیک آسیایی در بازی که در ترکمنستان در کشور اسخاباد المپیک آسیایی بود و زمانی که ما به پنالتی رفتیم، در اون زمان پنالتی از بس که استرس بود در نیمکتی که ما نشسته بودیم، بعد از اینکه از اونجا ما پیروز شدیم و با یک گل سیو که آقای علیزاده قربانی کرد و همچنین یک گلی که نا به ثمر رساند، به حالتی که میخواستم بلند شوم پایها کلا قلف شده بود، یعنی نزدیک بود که بیافتم. با این حد استرس بود و همچنین در این بازی هایی که این دفعه بودن همیشه با بازیکنان میگم چون شما در داخل بازی هستن و میتونن یک رقم امو هیجان یا شورتان کنترل بکنن. و اگر دقت کرده باشیم فیلم که بازی که همراه ما کوایت بودیم، 2-1 3-2 ما عقب بودیم و دقایق آخر که مانده بود به بازی، یعنی نزدیک بود بازی را به بازی، آقای رضا حسین‌پور وقتی نقطه دو پنالتی را که میزد، من توان دیدن او را نداشتم و از نیمکت آمدم در دان دروازه، از بس که چون در نیمکت بعضی چیزها رو باید یک نفر استاد باشه که خود سرمربی است و داورای اجازه کسی دیگر نمیتونه که از نیمکت بلند شود، از اونجا آمدم در پشت راه رو از اونجا میدیدم بازی را که یعنی اگر او توپ به چی حالت میشه و که خدا به دیوار میزدم یا به در میزدم. اینا خاطرات جالب است که خودم یعنی سپری کردم و همیشه مربی ما همیشه به حالت مذاق میگه که همیشه از پشتن مقصدا میگه که یا الله یا خدا که حالت شد که حالت شد، میگه کل صدای شماست، میگم با خدا در دست خودم نیست، یک کسی هست که نمیتونم کنترلش کنم. بنابراین بودیم همیشه در بازی ها در کنار جوان ها همیشه، ولی طبیعتا استرسی که ما بیشتر میکشیم شاید اینا رو بازیکنان درک کنم، بیشتر از بازیکن چند برابر میتونه بوده باشه و خوشیاش هم همچنین اینا با گلی که میزنن همون لحظه خوشیشون خلاص میکنن، ولی ما در همون لحظه بجزی که بلند میشیم یا یک دیگر رو بغل میکنیم شاید دستپای ما بسته باشه تا نتونیم وارد زمین شویم به این شکل. پس با این اوصافی که شما گفتین باید مراقب بالا رفتن و پایین آمدن فشار خون خود باشین. من درک میکنم، اما گاهن خیلی ها هستن او عرق ریزی ها، او هیجانات و او مشکلات پشت بازی ها را نمیبینن. یکی از مسائلی که همیشه در بازی ها وجود دارد مصدوم شدن خیلی از بازیکنان هستن.
یا ای که مشکلات خانوادگی شخصی هر کس داره، در یک مسابقه غایب هستند، تعداد تیم پوره نیست، کسایی که در نیمکت هستند ممکن هست به همین صورت مشکلات پیش بیاید، یا مسائل دیگه. شما گاهن وقتی یک بازیکن قوی شما یا یکی دو نفر از ستاره های تیم شما دچار مصدومیت شدید میشن، چه رقم برخورد میکنید؟ آیا خودتان مستقیما دلداری میدین، مستقیما مورین و همراه از اونها، و این طول درمان وقتی طول میکشه و باز دوباره شما امیدوار میشین که برای مسابقات بعدی اینها یا حضور پیدا میکنن یا نه، او چه حسی رو برایتان میده و چه رقم برخورد میکنه؟ بله، کاملا شرایط سختی از در اون زمانی که یکی از بازیکن مصدوم میشه ما داشتیم در همه بازی های جام ملت‌های آسیا، همچنین در تورنمنتی که قبلش بازی کردیم. در تورنمنت قبل آقای جواد سفری که در بازی متاسفانه با چیز با بازیکن تیم حریف رو در رو چیز باعث به حساب تکر کردن که پیشانیشان تقریبا بگویم شاید اگر دخت میکردن شاید سه دخت میخورد، و اینا قطعا این کارا رو داره. و همچنین محمد مرادی که در بازی مقابل دومین بازی مقابل کویت مصدوم شد که ما تا روز آخر اینا رو نداشتیم، ولی فوتسال ما همیشه سعی کردیم که در ترکیبا جایگزین داشته باشیم، یعنی بابت هر بازیکنی که در هر پست بازی میکنه ما حداقل دو نفر، یک نفر که 100% دو نفر ذخیره دیگه داریم. درست است هر بازیکن جای خود داره، ولی خب همیشه سعی کردم که کمبودی او یا نبود او احساس نشه. سوال دیگه من این هست از شما که بعضی از بازیکنان خب در ایران زندگی میکنن، مهاجر هستن، بعضی ها در باشنده خود افغانستان هستن و برای تمرینات پی در پی ممکن است مشکل پیدا شود و هزینه های سفر دیگه ای هم هست. تا چون ما وقتی اخبار رو دنبال میکردم دیدم که 3 نفر از بازیکنان در افغانستان رفتن، هرچند استقبال مردم خیلی خوب بود، و همچنین بازیکنایی که در ایران رفتن و استقبال مردم در فرودگاه از اونها بی‌نظیر بود. برای تمرینات پیاپی که دوستان ما دارن، چه در افغانستان ساکن هستن چه در ایران ساکن هستن، این یک مقدار هماهنگ کردنشان برای شما مشکل نیست یا برای تیم مشکل نیست؟ اینا هر روزگاهی باید باشن اونجی و خواهد خانواده خان دور هستن، این مشکلات طبعا به وجود میه. چه رقم با این مشکلات کنار میای با این وضعیت؟ قطعا این یکی از کارهای مدیریتی که سخت است بر ما واقعا منش کردن اینا، با وجودی که مشغله کاری خودم دارم شخصی، ولی اینا را خدا شکر تا حالا به نحو احسن انجام دادم. بازیکنایی که میان شامل اردو میشن و 24 ساعت در همون خوابگاه یا در همون جایی که کمپ تمرینی برگزار میشه هستن، حضور دارن و روز دو عدد تمرینی که میرن، بعد برنامه تمرینیشان هر ساعتش هفته این یک هفته قبلش توسط مربی اینا نوشته میشه، برنامه ریزیشان بسیار دقیق از ما یک جدولی داریم که با اون جدول هر هفته رو ما ذکر میکنیم که این هفته قرار است که مثلا سر چی کار کنیم، اصول دفاعی کار کنیم، حمله کار کنیم، کدام سیستما رو کار کنیم، یا بازیهایی که ما همراه تیم ما به شکل دوستانه داریم کدام تیم است، اینا رو کلا قالب یک برنامه درست میکنیم. و خدا شکر به این کار تقریبا گفتم میتونم که عادت کردم و همو پروسه از این به دست ما آمده و میتونم انشالله به خوبی اینا را منیج کرده. اگر چه کار واقعا سخت است آمدن اینا، با باز دوباره بعد دو هفته که تمرین میکنن برای 2 روز اینا استراحتی که بر میگردن دوباره میان به تمرین، کلا اینا هم طبیعتی هم هزینه داره و همچنین برنامه ریزی داره که من خدا شکر به نحو احسن و جا داره. تشکر کنم از بازیکنان خوبی که در اختیار ماست و اینا کاری است که به همکاری خود اونام میشن، یعنی تابع هستن، زیاد به اصطلاح عام بگویم زیاد ناز و پوز زیاد ندارن، چون تیم ملیشان است، تیم ملی کشورشان است و همچنین با افتخار میان، با شور شوق میان و این زحمات موسی هم گرفتیم همه که بر بار اول جام ملت ها اومدیم و همچنین از گروه اومدیم بالا، باز پلی آف اومدیم وارد جام جهانی شدیم. تمام آنچه که واقعا خسته کرده بود و زحماتی رو داشت اینا به همین برد که ما صعود کردیم، برد آخر ما و همچنین کسب جام جهانی، اینا کلا
پیش اید دستاورد هیچ چیزی نیست که همیشه سعی میکنیم که از این بهتر بهتر دل مردم شاد کنیم و همچنین مردم شریف ما بهتر بهتر از این مقامشان نامشان در آسیا و در جهان بالاتر بره و بر ما چیز نیست. درست است کار سختی است و یه چیز نیست خدا نخواسته به کسی ما بگویم که آیا ما کار سختی رو میکنیم. در حقیقت وظیفه ماست و وظیفه خود انجام میتیم انشالله که بتونیم از این بهتر و خوبترم در آینده پیگیرش باشیم و انجام صورت بگیریم. بسیار عالی. احساساتان البته خیلی قابل قدر هسته که خود را خادم ملت می دانین و به عنوان یک انجام وظیفه و ادای دین به ملت و وطن می دانین. با توجه به صحبت هایی که داشتین، جا برای پیشرفت بیشتر برای تیم ملی فوتسال قطعا وجود دارد و تا الان در سابقه افغانستان بسیار کم پیش آمده که بتانند صعود بکنن به یک تیم، صعود بکنن به جام ملت ها. فکر میکنین آینده این تیم و بچه های تیمتان چه رقم خواهد بود؟ در بیشتر از این هم پیشرفت خواهد کردن و اگر ساپورت ها انجام شود، آیا سالهای آینده و سالهای آتی دهه های بعد باز هم میتونن همینقدر درخشش داشته باشن؟ آیا گنجایش زیر دارن که باز هم پیشتر برن یا خیر؟ قطعا کل پلان و برنامه ریزی ما نه برای دور موقت باشه، یک به حساب یک جنب جوشی باشه برای یک مقطع کوتاه و بیایم به یک بازی ها اشتراک کنیم و صعود کنیم و کسب جام جهانی بگیریم و تمام همینجا برنامه نه. اتفاقا ما با کادر فنی هم که صحبت میکردیم با بازیکنان روز آخر هم که جلسه داشتیم که بچه درست است کل ما خوش شدیم ولی کار ما از این کده سختتر شد، کار ما از این قدر بیشتر شد، ما باید تلاش ما از این قدر بیشتر بکنیم و خدا رو شکر خوشخبری بگویم یا نمیفهم خبر خوشی بگویم که ما رنکینگ فوتسال به قدر آورد مقامش بالا، یعنی درجهش از شماره بالا آوردیم به سمت پایین که یعنی از منفی آوردیم به طرف مثبت که به نهایت اینا با ثمر بودن که رنکینگ ما حدود 94 104 بود، فعلا رنکینگ ما 45 جهانی است و همچنین در آسیایی که ما قرعه کشی میشیم برای 4 سال بعد دیگر برای جام ملت ها که خبری که همین 2 3 روز پیش بود جام ملت ها قرار است که هر 4 سال بعد برگزار شوند، نه 2 سال بعد مثل که سالهای آل بوده، یعنی همون سالی که جام جهانی است مقدماتی جام جهانی است جام ملت های آسیا بازیاشان با مو روال 4 سال بعد برگزار شد، یعنی این کاری که ما بنیاد از این که گذاشتیم یعنی 4 سال بعد دیگه اگر تیم افغانستان اشتراک کنه قرعه راحتتر را داره چون حتما به سید 2 یا سید 3 برگزار میشه که یک تیم قوی که همین 5 تا یا 4 تایی که در آسیا اول است مثل ایران و ژاپن و ازبکستان و تایلند، سیتی دومش قطعا افغانستان است، افغانستان و کشورهایی که همسط افغانستان است و سیتی سوم و چهارمش طبعا تیمای ضعیفی است که از نظر رنکینگ درجه کمتری رو دارد و این باعث میشه که ما از گروه راحتتر صعود کنیم، از گروه راحتتر از مقدماتی بیایم، از گروه راحتتر بیایم جام ملت ها و همچنین چه بسایی که تلاش کنیم بر جام جهانی هر سال ما این کار بکنیم و این برنامه ریزی صورت گرفت. ما با تعداد 80 بازیکن ما در شروع تمرینات داشتیم، خوشبختانه تیمای رده سنی رو درست کردن، همچنین که کمیته فوتسال هم فعلا تیمای 16 سال و 17 سال را در حال پایه‌گذاری هستند که تمریناتشان ادامه داره و ما همچنین تیم زیر 20 سال و همچنین تیم بزرگ سال اینا رو در قالب 2 تیم درست کردیم که جوانترین تیم آسیا را ما داشتیم و هم به خاطر این بود که ما میکسی از بازیکنهای زیر 20 سال خود یعنی جوانان خود و همچنین بازیکنان با تجربه خود وارد مسابقات شدن که خودم حساب کردم اوریج سنی تیم ملی ما حدود 21 ممیز 5 یعنی 21 نیم ساله هستند، یعنی تقریبا کل اگر ما 2 3 بازیکن با تجربه ما سن اینا را از کم کنیم ما قطعا 21 ساله کل تیم ما میشه ولی اوریجشان 21 ساله هستند، یعنی جوانترین تیم دارن، بنان اینا جای رشد خیلی دارن در آسیا، میتونن هر کدامش در طول چندین سال در جام ملت‌های آسیا بیاید در جام جهانی برن و همچنین در کلاب هایی که اینا
رشد کنن و کلاب هایی که اینا بازی کنن هم جا داره که اینا بر رشد اینا خیلی کمک میکنن بر تیم ملی افغانستان. به عنوان سوال آخر خواستم از شما پرسان کنم که یک سری خبرها در بیرون نشر شده، حالا من نمیدانم صحت از زیره یا شایع بودن از زیره، شما میتونید تایید یا تکذیب بکنید، ای که برخی از باشگاه های اسپانیا از بعضی از بازیکنان دعوت به عمل آوردن که بتونن در باشگاه های از اونا بپیوندن. این خبر چقدر صحت داره و در نهایت صحبت شما برای جوانان افغانستان چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور چه هست؟ هدف دوم از رشد استعدادهای خودم خصوصا شخصا ای بوده که جوانای ما وقتی در عرصه ملی نتیجه خوبتر میگیره بتواند تا یک زندگی خوبتر در کلاب های بهتر دنیا حتی اینا بازی کنند. ما از سال 2013 یا 14 بگویم که وارد فوتسال شدم، هدف این بود که چرا بازیکنان ما در لیگای معتبر دنیا بازی نمیکنند. در سال 2015 ما تانستم 3 بازیکن به لیگ قرقیزستان، بله لیگ قرقیزستان لیگ برترشان، یعنی اینا برن اونجا بازی کنن، قراردادش خودم بستم امرای تیمایشان. درست است از نگاه مادی پیسه چیزی ندادن، یعنی خیلی بسیار مبلغ کم چون زمانی بازیکنان شناخته شده نبود، ولی ما گفتم خواهش کردم از بازیکنان که هر رقم میشه به اینجا برن اشتراک کنن. و همچنین سال بعدش دیدم که لژیونرهای ما عراق رفتن، لژیونرهای ما در اندونزی رفتن، در کویت رفتن، اینا رفتن و این دفعه هم همین کار در تایلند رخ داد. ما تانستم که یعنی خودم در حقیقت شخصا با آشناهایی که داشتم و دوستایی که داشتم صحبت کردم که اینا چرا رایشان در اسپانیا که معتبرترین لیگ فوتسال داره و همچنین کشورشان جز اول دوم تیم دنیا هستن، اینا چرا نمیتونه وقتی یک بازیکن از برادرای ایرانی میتونه چرا از ما نمیتونه؟ اگر کیفیت چه نداره خب قطعا همچین اتفاق نیست، اینا همون کیفیت رو توانایی داره که خوشبختانه با تماس هایی که داشتم با چندین وقت اینا در حد یک پیشنهاد فعلا دریافت کردم که متاسفانه بعض خبرنگار هم میزنن که اینا خواستن یا میرن، ولی بخاطر همین هنوز در رسانه به طور دقیق نشده چون در حد یک پیشنهاد بوده و اینا باید برن اونجا مراحل تستشان رو سپری کنن و حدود 3 هفته از اینا تست گرفتن میشه. اگر تست اینا در قدم اول که شرایط ویزا بسیار سخت است، اگر ویزا اینا صادر شود و دوم اینا برن در اونجا به خیر برسن و 3 هفته تمام تست خود مراحل تست سپری کنن، او وقت میشه که ما مطمئنا بگویم که بازیکن ما در لیگ اسپانیا پیشنهاد داره یا میره. که اینا خدا رو شکر کارایش در جریان هست و خودم هر روز تعقیب میکنم که بتونم در این عرصه انشاءالله بازیکنان ما افتخار ماست که برن در لیگ اسپانیا. خب ما تشکری میکنیم از پیگیری های شما. پیامتان برای جوانان چی هست؟ کسانی که در خارج افغانستان و داخل افغانستان هستند و همین روحیه را دارن که بتونن پیشرفت کنن، حالا نه تنها در عرصه ورزشی، ممکن هستن در جاهای دیگه هم برمی صورت، و وقتی که تیم را میبینن، شما را میبینن و روحیه میگیرن، پیامتان چی هست به عنوان یک پیشکسوت؟ جوانایی که در تیم آمدن خصوصا این چهرهایی که نفس شناختن شاید خیلی کسا حتی اسمش هم نفهمیده بوده قبلش که در آمده بودن، نفهمیدن کی از چه خبرنگارای ورزشی اینا کی هستن و کسایی که شاید نمیشناخت. همیشه همون گپی که در اون جوانان میگم این پیامم برای همه خصوصا ورزشکارا و خصوصا رشته فوتسال برش میگم که هیچ وقت دست کم نگیرن و میتونن اگر واقعا تمرینات خود در کلاب های شخصی خود ادامه بدن و به شکل حرفه‌ای به این رشته نگاه کنم قطعا اینا جای رشد داره و اینا حتما آینده خوبی را داره که او هم باید تلاش کنن تمریناتشان خوب برسه تحت مربی های خوب و همچنین برنامه ریزی های خوب. که من همیشه خودم پایم همی بوده که اگر فوتسال جوانی که ولو ملی هم نیست اگر برنامه از تیم ملی بخواهیم، برنامه از تمرینات بخواهیم، کادر تیم ملی همیشه در خدمتشان است. بر ما فرق نمیکنه افغان باشه، هموطن باشه، در هر سر دنیا باشه، میتونه پیام بده. هست شماره ما هست، همه دارن در فیسبوک هستم، در اینستاگرام همه جا هستم، پیام بده بگویم ما مثلا برنامه بدنسازی میخوایم، برنامه تمرینی میخوایم. همیشه لینکش میکنم همراه کادر فنی، کمک مربیای ما خود آقای مرزایی، اینا
بهشان میگم که این کارا رو انجام بدن. همیشه ما در خدمت جوانان به این گناه بودیم که اینا خود به خود باور کنند، طبقه که همین جوانان شما آمدن در جام ملت خود باور کردن. حدود 1.5 سال پیش آقای مهران غلامی یک نوجوان 17 ساله بود وقتی که ما با افغانستان به لیگ برتر رفت بازی کرد. شاید خیلی کسا نمیشناخته، شاید خیلی کسا اصلا باورش نداشت و او فعلا بر افغانستان بهترین ستاره ماست. کسایی که حتی در 2013 بازیکنایی که با تجربه مثل آقای مهدی نوروزی، مثل آقای اکبر کاظمی، اینا همیشه یاد میکنم که به چی شکل اینا در اون سال افغانستان آمدن. هر کدام اینا 2-3 روز در راه بودن و بسیار به مشکلات آمدن. اینا هم جوان بودن، اینا هم جوان هستن. وقتی اینا آمدن کوشش کردن به جای رسیدن، قطعا هر جوانی میتونه همین راه اینا را ادامه بگیره و همچنین به این مقام برسه. بسیار عالی، از شما سپاسگزاری میکنیم بابت پیام زیبایی که به جوانا داشتین، بابت تلاش هایی که انجام میدین و بابت امیدی که برای 35 میلیون افغانستانی خلق کردین. زنده و سلامت باشین. تشکری میکنیم از شما که در برنامه ما حضور پیدا کردین، همچنین از بینندگان و مخاطبین هزاره بود سپاسگزاریم که با صبر و حوصله مندی تا ایدم برنامه های ما را دنبال کردند. انشالله در آینده با برنامه های دیگه در خدمت شما دوستان کار کنیم. پیروز و موفق باشین. سلامت باشین، مهربانی تشکر. بخیر سلامت باشین. باشین، تشکر از شما. سلامت باشین.